قرار بود یک ایت 15 نفری طالبان روز شنبه از ولایت کندهار و برخی ولایت‌های دیگر وارد کابل شود و در مورد مبادله زندانیان با حکومت گفتگو کند. دلیل به تأخیر افتادن این سفر تکمیل نشدن مکانیزم این سفر گفته شده است. مسئولیت انتقال این ایت را سازمان صلیب سرخ به دوش دارد. در همین حال توافق برای رهایی زندانیان طالبان و حکومت واکنش‌های داخلی و خارجی را برانگیخته است. روسیه از این توافق استقبال کرده و گفته است که رهایی زندانیان دو طرف زمینه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم می‌کند. روسیه همراه با چین، آمریکا و سایر شرکای بین‌المللی به فرایند مذاکره صلح کمک خواهد کرد تا طرف‌های درگیر در افغانستان بتوانند هر چه زودتر در خصوص آتش بس و برقراری صلح پایدار در افغانستان به توافق برسند. قرار است در گام نخست تا 3 روز دیگر 100 زندانی طالبان و 20 زندانی دولت از سوی دو طرف آزاد شوند. در همین حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که مذاکرات بین الافغانی پس از رهایی 5000 زندانی طالبان آغاز خواهد شد. از سوی هم شماری از فعالان مدنی میگویند که مردم از برگشت زندانیان طالبان پس از رهایی به میدانهای نبرد نگرانند. طالب که وحشیگری کرده، طالب وحشت دهشت کرده، طالب مردم را ترور کرده، به این خاطر به زندان افتید. پس چی تضمین اجرایی وجود داره که امی گروهی رها شده طالب ها پس دوباره داخل سنگرهای داغ نمیشه، دوباره در مقابل نیروهای امنیتی قرار نمیگیره، یا میرن به خانواده و فامیلای خود به شکل عادی با آبرو با عزت در کنار دیگر مردم افغانستان زندگی میکنن؟ این چیزای وجود داره که حکومت افغانستان هم متاسفانه در بسیار موارد واقعا ضعف سیاسی خود داره. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان به عملیات خود در کشور شدت داده اند و تنها در یک ماه گذشته بیش از 100 تن غیر نظامی شامل زنان و کودکان در پی این عملیات کشته شده اند.